دوستان عزیزم سلام، من مامان مری هستم، با یک آموزش جدید در خدمتون هستم. اسم آموزش امروز ما هست ترشی بندری. این ترشی نه تنها بسیار خوشمزه و خوشطعمه، بلکه بسیار هم خوش آب و رنگه و من دوست داشتم که آموزش این ترشی رو امروز با شما شیر کنم. با ما همراه باشید با معرفی مواد اولیه. مواد لازم برای ترشی بندری: یک کلم برگ کوچیک یا نصف کلم برگ بزرگ، یک چهارم گل کلم، نیم کیلو هویج، چند ساقه کرفس، سه عدد گوجه، چند عدد فلفل تند، دو بوته سیر، مقداری موسیر که اونها رو قبلا توی آب خیس کردم و بعد تمیزش میکنم، یک یا دو عدد خیار، دو لیوان پوره گوجه، چند قاشق رب گوجه فرنگی، مقداری سبزی معطر شامل تره، جعفری و گیشنیز. اگر دوست داشته باشید میتونید مقداری ترخون و نعنا هم بهش اضافه کنید. ادویه‌جات که خیلی مهمن توی این ترشی شامل نمک، سیاه دانه، گلپر، فلفل قرمز و زردچوبه. لازم به تذکره که خدمتون بگم گلپر و سیادونه خیلی هم ترشی ما رو خوشمزه میکنه و هم خیلی خوش عطرش میکنه. و راجع به فلفل قرمز خدمتون بگم که این ترشی بایستی خیلی تند باشه. شما میتونید اگر خیلی تند دوست ندارید فلفل قرمز کمتری استفاده کنید. از هر کدوم از این ادویه‌جات و گلپر و سیادونه من دو قاشق مرباخوری برداشتم، ولی فلفل قرمز رو یک قاشق مرباخوری انتخاب کردم. همچنین تو دستور اصلی این ترشی شما به یک بسته تمر هندی نیاز دارید. برای استفاده از این تمر شما با یه سونو باز کنید، بریزید داخل یک کاسه و با دو لیوان سرکه خوب اونو مخلوطش کنید تا حل بشه. پس از اینکه حل شد اون رو از یک صافی رد کنید تا پوسته و هسته تمر هندی ازش جدا بشه و بعد به مخلوط ترشیتون اضافه کنید. اما چون اضافه کردن این تمر یه مقداری رنگ ترشی ما رو کدر میکنه، من از اضافه کردن این تمر خودداری میکنم و مشکلی رو هم به وجود نمیاره. همچنین 3 تا 4 لیتر سرکه سفید نیاز داریم. خب لازم به تذکره که همه این سبزیجات ما بایستی کاملا شسته بشن و آبشون گرفته بشه. برای همین من اونها رو میشورم، توی سبد میذارم آبشون بره، بعد همه این سبزیجات رو روی دستمال پهن میکنم تا کاملا آبشون گرفته بشه. بعد از که کاملا آبشون گرفته شد و مطمئن شدم که هیچ آبی ندارن، من برمیگردم و بقیه توضیحات رو خدمتون خواهم گفت. خب عزیزان، این مواد ترشیمون رو ما توی آب خیس کردیم، شستیم، روی پارچه پهن کردم به مدت 24 ساعت تا کاملا آبشون گرفته شد و الان میخوام اونها رو آماده کنم برای ترشی. شما میتونید با حوصله بشینید این مواد رو ریز با چاقو خرد کنید، یا اینکه نه بریزید توی خرد کن و اونها رو ریزشون کنید. به طور کلی ترشیای بندری ریز درست میشن. حالا شما دیگه این مقدار ریزیشو هرجوری که دلتون خواست میتونید انتخاب کنید. من میخوام از دستگاه خردکن استفاده کنم و اونها رو سریع آمادش کنم و خدمتتون نشون بدم. خب من کلما و هویجا رو با این دستگاه خردشون میکنم، ولی بقیه مواد رو با دستم خرد میکنم. در ضمنم نمیخوایم خیلی خرد بشه، در همین حد کافیه. حالا نوبت هویجامونه.
خیارا رو با دست با چاقو خورد کردم، چون اگر بریزم داخل خورد کن آب میندازه. بقیه این مواد رو هم با دست خورد میکنم و خدمتتون نشون میدم. عزیزان این ساق کرفسامون رو میبینید که با دست خورد کردیم، چقدر ریز گوجه ها رو، موسیرا، گل کلما، فلفلای تندمون و الانم دارم سیرامون رو ریز خورد میکنم. هرچه این ترشی موادش ریزتر باشه شکیلتر و قشنگتر در میاد. سبزی ها رو هم ریز میکنیم، اما اگر دوست داشتید میتونید یه مقداری درجه ریزیشون رو کم کنید که توی ترشی ها خودش رو نشون بده. میتونید از هر سبزی معطری که دوست داشتید استفاده کنید، حتی به صورت خشکش، هم تازه و هم خشک. منم هم الان حالا ساق کرفسامون رو به بقیه مواد اضافه میکنم. همینطور بقیه موادمون رو که خورد کردیم و سبزیجاتمون رو. حالا ادویه‌جاتمون هم همه رو یه جا اضافه میکنیم. خب الان یه مقداری پوره گوجه فرنگی داشتیم، هر چقدر که شما دوست دارید میتونید اضافه کنید، چون رنگ این ترشی بایست قرمز باشه. بعضی ها دوست دارن که بهش تمر هندی هم بزنن، ولی من چون رنگ قرمز رو بیشتر میپسندم رب گوجه و پوره گوجه میزنم. الان چند تا قاشق هم رب گوجه اضافه میکنم. حالا همه مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم. خب همچنین بهش سرکه هم اضافه میکنم، طوری که سرکه روی همه مواد رو بگیره. اگر احساس کردید بازم به رب گوجه و پوره گوجه نیاز دارید بیشتر اضافه کنید تا رنگ دلخواهتون به دست بیاد. من باز هم رب گوجه اضافه کردم چون میخوام رنگش قرمزتر از این بشه. خب عزیزان برای درست کردن ترشی حتما از بطری های شیشه ای استفاده کنید. از ریختن مواد ترشی و شوری توی دبه های پلاستیکی جدا خودداری کنید، بسیار ضرر داره. بنابراین شیشه هایی رو برای خودتون انتخاب کنید، اونها رو کاملا بشورید، تمیزشون کنید، آری از هر گونه مواد اضافی مخصوصا چربی باشه، بعد اونو کاملا خشکش کنید و ترشی هاتون رو بریزید داخلش. خب عزیزان حالا این ترشیامون رو به شیشه های دلخواهمون منتقل میکنیم. خب عزیزان وقتی که شیشه های ما پر از ترشی شد، حالا دربش رو میبندم و کیپ میکنم و در جای خنک قرار میدم. خب عزیزان ترشی های ما آماده شد، من اونها رو داخل شیشه کردم، دربش رو میبندم و به مدت 2 هفته توی جای خنک قرارش میدم و بعد قابل استفاده است. این ترشی بسیار خوشمزه است و تو هر فصل از سال برای شما امکان پذیره که اونو درستش کنین. مواد خاص و گرون قیمتی هم لازم نداره. خب عزیزان ترشی خوشمزه ما آماده شده. امیدوارم که شما هم این ترشی خوشمزه رو توی خونه هاتون درست کنید و در کنار سفره هاتون با عزیزانتون میل کنید و لذت ببرید. اگر از آموزش ما راضی بودید حتما این فیلم رو لایک کنید، کامنت بذارید و فیلمش رو با دوستانتون هم شیر کنید. و اگر تاکنون کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور، تا شما اولین نفری باشید که از آموزش های جدید ما در آینده با خبر میشید. شما را تا یک آموزش جدید به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.